رئیس جمهور در این کنفرانس خبری درباره حماسه بزرگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال تاکید کرد. این راهپیمایی شگفت‌انگیز تراز ملت ایران را یک پله دیگر بالاتر برد. 22 بهمن یه بار دیگه تراز ملت ایران را در مناسبات جهانی بالا برد، ده ها گام بالا برد. کسانی که فکر میکردن ملت ایران ضعیف شده و هرچقدر ما اعلام کردیم به گوششون نرفت، دیدن که ملت ایران سال 88 ده ها برابر قوی تر، منسجم تر و مصمم تر از همون ملت در سال 87 است. خبرنگاری از رئیس جمهور درباره تهدیدهای اخیر برخی کشورهای غربی مبنی بر تحریم ایران پرسید. این ادبیات اصولا متعلق به دوره گذشته است. ادبیات تحریم متعلق به همون دورانی است که رو به پایانه. ما استقبال نمی کنیم از تکرار اشتباهات توسط اونها، اما برای ما مشکل ایجاد نمی کنه، برای خودشون بیشتر مشکل ایجاد میکنه. البته اگر کسی علیه ایران اقدامی بکنه، دیگه پاسخ ما مثل دفعات گذشته نیست که با نصیحت و با روشنگری و هی بخوام توضیح بدیم و نه، حتما عمل متقابلی انجام خواهد شد که مثل همیشه اونها رو پشیمون. یکی از سوالهایی که چند بار از آقای احمدی نژاد پرسیده شد، غنی‌سازی 20% اورانیوم برای تامین سوخت راکتور تهران بود. با کسی هم تعارف رو درواسی نداریم. وقتی گفتیم شروع کردیم دیگه. بعد حالا محصولش که در اومد گذاشتیم در راکتور تهران استفاده کردیم، میتونن دیگران هم بیان ببینن. گرچه مامورین آژانس همین الان هم اطلاع دارن که ما 20% غنی‌سازی رو به دست آوردیم و تولید ادامه داره. با ابتکار عمل متخصصین ما یه خط تولید جداگانه درست شد برای 20%. ما اصراری واقعا روی این نداریم، ما تواناییشو داریم دیگه، هر موقع بخوایم میتونیم بسازیم. اگر تأمین کنن 20% رو، خب شرایط عوض خواهد شد. یک خبرنگار از رئیس جمهور درباره صحبت‌های اخیر وزیر خارجه آمریکا در دوحه قطر پرسید. نمیدونیم حرفایی که ایشون زده موضع دولت آمریکاست یا موضع بعضی از جناح‌ها داخل دولت آمریکا. تاریخ دولت‌های آمریکا سرشار از اقدامات نظامی است. امروز هم بیش از 300,000 نیروی نظامی با بالاترین تجهیزات رو تو منطقه ما مستقر کردن و عملاً درگیر سه جنگ هستن. حرفایی که ما میشنویم، حرفای متعدد داریم میشنویم، ولی از خود دولت آمریکا حرفای متفاوتی ما میشنویم. یکی تون میگه، یکی کن میگه، یکی وسط میگه، یکی دنبال تعامله، یکی دنبال دعواست. روشن نیست که حرف اصلی رو چه کسی اونجا میزنه، یعنی ما با کی طرفیم. در آمریکا اختلاف نظر هست، در بین دولت مردان، در خود اروپا اختلاف نظر هست. آقای احمدی نژاد همچنین درباره عملکرد فعلی رئیس جمهور آمریکا و شعار تغییر وی گفت. آقای اوباما با شعار تغییر اومد، مردم آمریکا بهش رأی دادن، خیلی هم امید بستن، ما هم سعی کردیم کمکش بکن، اما هنوز یک سال تمام نشده، ایشون نتونسته زندان گوانتانامو رو تعطیل بکنه، یه زندانی که همه ملت ها گفتن خلاف حقوق بشر است، رفتار خلاف حقوق بشر است، اونجا رو نتونسته تعطیل بکنه. از این ورم که میبینیم اومده داره فشار میاره که بسیاری بیاره سر کار، از اون ور نیروهای نظامیش تو افغانستان اضافه میکنه، از اون ور خانم کلینتون را میفته شروع میکنه به تهدید کردن. خب چه چیزی تغییر کرد؟ یک خبرنگار از رئیس جمهور درباره کاهش سطح روابط ایران با انگلیس سوال کرد. رفتاری رو دولت مردان انگلیس نشون میدن که مردم ما علاقه‌ای به توسعه روابط با انگلیس ندارن. طبیعی است دولت هم از نظر مردم تبعیت خواهد کرد. اینا عمدتاً برمیگرده به رفتار دولت مردان اونجا که هنوز اون حال هوای 100 سال پیش از ذهنشون بیرون نرفته دیگه، تو اون حال هواها تو خیالات خودشون هستن. اما یکی از معدود سوال‌های داخلی که از رئیس جمهور پرسیده شد، سوال واحد مرکزی خبر درباره طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود. خب این یه طرح بسیار بزرگی است، نیازمند تمهید مقدمات فراوانی است، سازماندهی جدیدی می‌خواد، طرح‌های جدیدی می‌خواد، اینها به سرعت داره انجام میشه. اون چیزی که من میتونم اینجا بگم
مردم عزیز ما مطمئن باشن، هر کاری رو قبلش اعلام میکنیم، مردم رو در جریان میگذاریم، مردم رو برای مواجه شدن با شرایط جدید تجهیز میکنیم، بعد کار رو انجام میدیم. هیچ جای نگرانی واقعا وجود نداره. بعضی ها خیال میکنن با بعضی حرف ها رو بزنن، بعضی تحلیل های غلط رو بدن، نگرانی ایجاد کنن در فضای اقتصادی کشور، زندگی مردم. مطلقا جای نگرانی نداره. دولت در این طرح هم پای مردم حرکت میکنه، یعنی ما با هم باید یه طرحی رو جلو ببریم، در خدمت مردم هستیم، انشالله طرح رو به طور کامل و به خوبی اجرا خواهیم کرد.